هر کسی که داره سازدهنی دهنی میزنه باید تعمیراتش بلد باشه اما شرط داره بر فرض مثال نوازنده گیتار بعد از این مدت که نوازندگی رو شروع میکنه می‌تونه بره کوک کردن گیتار رو یاد بگیره. در ابتدا به استادش میگه براش کوک کنه، بعد از یه مدتی تیونر می‌گیره، آموزش می‌بینه و به صورت خیلی راحت می‌تونه اون کوک رو انجام بده. یه مقدار پیشرفته‌تریش اینه که بعد از چندین ماه بخواد سیم‌های گیتار رو تعویز بکنه. تعویض سیم‌های گیتار کار نسبتا مشکلی هستش که هر کسی فرد عادی نمیتونه انجام بده پس اونو میسپارن به یک تکنسیان استاد و کسی که قبلا تجربه و مهارتش رو داشته ولی اگر سمج باشه اون فرد و دوست داشته باشه این کار انجام بده سالهای،, سالهای زیادی باشه که ساز گیتار رو داره مینوازه پس خودش میره دنبالش و یاد میگیره این قضیه رو یک مثال دیگه نوازنده پیانو وقتی که بعد از چندین مدت داره با پیانو تمرین میکنه ممکنه کوک های سیم پیانو از بین بره یا پایین و بالا بشه که میتونیم اون رو کوک کنیم اما تعداد سیم های کوک پیانو بسیار زیاده و کار هر کسی هم نیست بتونه درب پیانو رو باز بکنه سیما رو ریلاج بکنه کوک کنه فشار کلاوی رو تنظیم بکنه یه کار خیلی فوق تخصصی و حرفه ای هستش که هر کسی نمیره سمتش حتی بهشم فکر نمیکنه اون میسوان دست یک تکنسین که اون کار رو براشون انجام بده و اما می‌رسیم به ساز جذاب هارمونیکا که از سه قسمت تعمیراتی تشکیل میشه یک که افراد عادی میتونن نیازهای اولیه خودشون برطرف کنن تمیز کردن ساز حالا دهانی ساز و باز و بسته بکنن یه تمیزکاری جزی بکنن قسمت دومش میشه تخصصی که باید وین سیور ها رو تنظیم کنن نشتی هوای ساز رو بگیرن یا ریگلاج صفحه تیغه رید پلیت و رید رو انجام بدن گپ تیغه رو درست انجام بدن قسمت فوق تخصصیش که میشه کاستوم و تعویز تیغه و حالا موارد دیگه ای که ما میتونیم این سه تا قسمت رو بررسی بکنیم به ترتیب اما قبلش یه سری توضیحاتی باید بهتون بدن اگه آماده ای تمام توضیحات منو گوش بدی و اطلاعاتت بره بالاتر و انتخاب صحیح رو داشته باشی برای تعمیرات و مسیر نوازندگیت اگر از من و کانال من خوشت میاد کانالم رو سابسکرایب کن برام کامنت بذار شیرش کن ممنونم قبل از اینکه بریم تو بحث تعمیرات باید یه سری توضیحات رو بهتون بدم در مورد سازدهنی یکی از کوچکترین سازهایی که توی دنیا هست همه فکر میکنن خیلی کوچکه پس چیز خاصی نداره در صورتی که بیشترین موارد تعمیراتی در بین تمامی سازها رو داره که نکاتی که داخل این ساز هست بسیار زیاده کوچکترین اشتباه موجب این میشه که سازتون به کلی مختل بشه میلیمتری باید باش برخورد بکنیم برای مثال چند تا مورد رو میگم اگر پیچهای دهانی شل باشه نشتی هوا میگیره ساز اگر صف باشه اسلاید حرکت نمیکنه و ساز رو خفه میکنه اسلاید آسیب میه. حتی اگر که درست بسته باشیم پیچار یک مقدار فشار زیاد داشته باشه روی دهانی ممکنه اسلاید حرکت کنه شما متوجه نشین و اسلاید رو از بین ببره فشاری که از سمت دهانی به اسلاید میاد مورد دیگه اگر پیچار کاور پلیت رو یک مقداری از بیش از حد سفت بکنیم صدای ساز خفه میشه اون راحتی رو دیگه به ما نمیده اگر یک مقدار شل بکنیم نشریه هوا میده پس ریگلاژ بسیار مهمه داخل این ساز دو تا پلیت بلند که بشه تعداد 15 عدد مثلا پیچ داریم برای اینکه صفحه تیغه رو به بدنی احساس متصل بکنه که بهش میگیم ریت پلیت تمامی این پیچ ها اگر یکیش سفت تر باشه یکی شلتر باشه ممکنه به خود صفه تیغتون آسیب بزنه شیبدارش کنه یک بار که ساز بازشه دوباره میخوایم ببندیمش ساز نشتی هوا بگیره مورد بعدی وین سیور ها هستن وین سیور ها یک بار مصرفه اگر که خراب بشه صدای خرخر رو پرپر میده و باید تعویز بشه بستگی به نوازندگیتون هر شیش ماه یک بار هر دو سال یک بار باید تعویز بشه که تعویض خود این این سرور ها قلق ها و علم های خاص خودش رو داره که استفاده از چسب مخصوصی داره که مقدار چسب مهمه یک مقدار بیشتر بشه دوباره ساز ممکنه نشتی پیدا کنه شاید این چیزهایی که میگم اصلا به چش نیاد ولی وقتی باز میکنید سازو میخوایم ببندین فکر میکنید خیلی راحته بعد میبندید میبینید اصلا ساز نابود شد بعد دوباره چی میشه میگین چی شد پس اینکه خیلی راحت بود در که نکات میلیمتری داره که بهش دقت بکن. تیغه های سازنی، سازنی 12 سوراخ 48 تا تیغه داره، 14 سوراخ 56 تا و 16 سوراخ 64 تا تیغه داره. هر نوت یه دونه تیغه داره. فوت یه دونه تیغه، مکش یه دونه تیغه، اسلایدو میگیریم. فوت میکنید یه تیغه، اسلایدو میگیریم، مکش میگین یه تیغه. یعنی تو هر سوراخ ما 4 تا تیغه داریم. که هر سازی برای خودش یک پک تیغه متفاوت داره. یعنی سوزوکی سیریسی که دست من هست چهارده سوراخش یه پک رید یا همون تیغه داره که قیمتش مثلا 300 یوروه سازنی هارد بوپر یه پک داره ملوتون یه پک داره سیکس دوازده یه پک داره که هر کدومش متفاوته یعنی پک تیغه های سیکس دوازده به هارد بوپر نمیخوره یعنی نمیتونیم بریم تیغای اونو برداریم بیاری. طولشون متفاوته ارزششون عمقشون جنسشون متفاوته پس برای اینکه بتونید سازاتون رو تعمیر کنید اگر دو تا سه تا مدل چهار تا مدل ساز دارید باید چهار تا پک مختلف تیغه بخریم این یکی از هزینه هاش بسته های وین سیور در حال حاضر مثلا یک میلیون تومنه دوباره باید جداگانه خریدش بکنید فنره هر سازی برای خودش متفاوته این ساز متفاوته سمفونی متفاوته ساکسونی متفاوته سوزوکی متفاوته اسلایدا متفاوته پیچ هاشون هر کدوم یه سایزی دارن وین سیبر هر کدوم یه سایزی دارن پس برای هر سازی که دارین باید یک پک کامل قطعاتش رو داشته باشین پیچاش رو داشته باشین اسلایج داشته باشین فنر رو داشته باشین بافر خود مخصوص خودش بافر میشه وقتی پیچ میخواد به اسلاید بخوره یه دونه لایه محافظ هست که صدای اسلاید نیاد پس به صورت جداگونه برای هر سازی که دارین باید یه هزینه خیلی زیادی بکنید تا اون تعمیرات رو بتونی انجام بدین و به صرفه باید ببینین هست یا نیست مثلا پنج مدل ساز داریم پنج تا دا مثلا 500 یورو باید خرج بکنیم این از این قسمه دوباره مثلا شانه سازها متفاوت هستن هر کدوم یه شانه داره یه حالت یک فرم ارتایتی ارتا داره که باید نسبت به اون فوتومکش رو تنظیم کرد فاصله تیغه تا صفحه تیغه بهش میگیم گپ این فاصله باید تنظیم میشه اگر بیشتر باشه نشتی هوا میده ارتعاش به خوبی انجام نمیشه اگر کمتر باشه تا صفحه تیغه این تیغه ارتعاشش خیلی زیاده میشه یهو ممکنه قفل بکنه و نتونی نوازندگی رو انجام بدی اون هم نسبت به نوازندگی خودتون باید تنظیم بشه سازهایی که میاد پیش من به صورت استاندارد تنظیم میشه این گپش که تمامی افراد با هر سبکی که میخوان نوازندگی بکنن به راحتی بتونن از ساز استفاده بکنن نه نشی هوا داشته باشه نه اینکه تیغ قف بکنه همونطور که گفتم هر ساز برای خودش یک پک تجهیزاتی داره و علاوه بر اون هر سازی برای خودش یک مدلی باز و بسته میشه یک مدلی اصلا باید قلقش دستتون باشه پس برای هر کدومش یه تجربه جداگانه احتیاجه یعنی این نیست که الان این سازو باز کردین بستین حالا تجسات هم داشتین آموزش هم دیده بودین تونستین این کار رو انجام بدین رفتین سراغ ساز بعدی اونم اینجوری نیست دیگه کاملا متفاوت خب تا اینجای ویدیو اگر باحال بوده کانال من رو سابسکرایب کن شیر کن برای دوستات بفرست و کامنت بذار کامنت هاتون رو حتما میخونم خوشحال میشم بریم ادامه ویدیو با توجه به این توضیحاتی که دادم بهترین راه حل اینه که سری که درد نمیکنه رو دستمال نبندیم و ساز مورد نظرمون رو بفرستیم برای تکنسین متخصص تا بهترین حالت و با تجربه مهارت و علم خودش اون ساز رو تعمیر کنه و ایراداتش رو رفع بکنه اینجاست که شاعر میگه پول دادم تجربه رو خریدم و اما افرادی که باز با این حال با این اطلاعاتی که کسب کردن دیدن تو خودشون که دوست دارن این کار رو انجام بدن و کار تعمیرات رو بیارن جز کارشون یا مدرس هستن یا احساس میکنن که درشون خواهد سازشون رو خودشون تعمیر کنن وارد فاز جدیدی میشیم که بهش میگن زیر ساخت قبل از هر کاری نه توی تعمیرات توی زندگی باید زیر ساخت مورد نظر رو داشته باشین شما بر فرض مثال میخواین یک برگه داشته باشین که مطالبی که نوشتین روش تایپ شده باشه پرینت شده باشه باید اول دستگاه پرینتر داشته باشین توی خونه تا بتونین پرینت کن نخواین بریم بیرون یا مثلا میخواین یه غذای درست کنم مایتابه رو داشته باشی زیر ساختش رو باید داشته باشی زیر ساخت تعمیرات سازدهنی پک های مرتبط با تعمیرات سازدهنی که سه تا از شرکت های معروف دنیا شرکت سیدل آلمان شرکت هونر آلمان و شرکت ایستاپ چین سه تا پک تعمیراتی داره که من اینجا بهتون نشون میدم و قیمت هاشو با هم دیگه میبینیم حدودا و بررسی های لازم میکنیم بعدش انتخاب بکنیم به چه صورت هست و میتونین اونو تهیه بکنین و استارت کار رو بزنید خب دوستان از زن بریم با هم دیگه بررسی کنیم پک تعمیراتی شرکت هونه این پک وقتی بازش میکنیم همونطور که الان با هم میبینیم داره دو تا کیف یه دونه کیف اصلی و یک کیف جداگانه که کیف اصلی مربوط میشه برای تعویز تیغه و کیف کوچیکتر مربوط میشه به تیونینگ یا همون کوک کردن تیغه ها که این کیف رو میتونیم به صورت جداگانه هم بخریم و نخواهیم هزینه کل پکیج رو بدیم و تعمیرات جزئی رو با همین پک انجام بدیم با هم میریم بررسی کنیم قطعاتی که داخل این کیف هستش یک دوپه برای پیچوندن پیچای خیلی کوچیک برای تعویز تیغه یک دریلی که مخصوص هست و از یک میل تا یک و هم میل به صورت اوریب باز میشه یک انبوردستی مخصوص خارج کردن تیغه از داخل رید پلیت یا صفه تیغه که این سریش هم عوض میشه یکیش برای تعویزه یعنی باز کردن تیغه و دیگریش برای سوراخ کردن وین سیور و جا زدنش برای تیغه که با پیش تعویز شده ابزار بعدی برای گرفتن مهره و صف کردن پیچ از پشت ریت پلیت هستش قطعه بعد که دو سر داره یک ریموور هستش برای کندن و سر دیگش اگه باز بشه سر دیگش برای حدیده کردن و حالا اینکه که می کنیم بتونه رزوه بندازه و پیچ رو بتونیم داخلش محکم ببندیم دو بسته پیچ و مهره بسیار ریز برای تیغه هم داخلش هست و اما پکیج شماره دو که میتونیم به صورت جداگانه خریدش رو انجام بدیم که برای تیونینگ هستش یک بسته کامل پک وین سیور رو داره که سایز های مختلف رو شامل میشه که داخل هر بستیش برای هر سایز تیغه حدودا ده عدد وین سیور هست یعنی به طور میانگی میتونین دو تا تا دو نیم بار یک ساز کامل رو وین سیورش کنید. کن پیچ گوشتی دو سر که دو پخ داره و چهار پخ مخصوص باز و کردن ساز دهانی ساز دو قطعه مخصوص که برای تنظیم ریگلاج ها استفاده میشه برای استفاده از کوک ساز استفاده میشه بهشون میگن هوک یک سوهان مخصوص برای کوک ساز دهانی و ابزار مخصوصی برای همون بحث کوک استفاده میشه که میره از داخل ساز و تیغه رو میاره بیرون یک چسب مخصوص وین سیبر که مارک پاتکس هستش دستمال مخصوص که توی بسته های جدید به رنگ قرمز هست خب میرسیم به پکیج جذاب شرکت سیدر که از یک کیف چرم و جنس خیلی باحالی درست شده این پکیج برای تعمیرات تعویز تیغه و تیونینگ سازدهنی طراحی شده که مثل دو دوتا کیف به صورت جداگانه نیست خب میریم رو با همدیگه بررسی میکنیم یه دونه کفچین داره یک چهارپه برای باز و بسته کردن که معمولا پیچگوشتی هایی که میذارن یا آچار هایی که میذارن به صورت گردشی هستش یعنی وقتی ثابت میشه ما بالای دست رو میچرخونیم و دیگه نیازی نیست کل پیچگوشتی رو بخوایم بچرخونش یه دونه قلاویز که ایجاد رزوه میکنه برای پیچمون یه دونه گیرنده یه مهره به صورت کوچیک داریم همون پک مهره و پیچی که داخل پک شرکت هونر بود اینجا برای خود سیدل هم داخل این محفظ طراحی شده خب ادامه کار یک است برای جدا کردن پرچه تیغه ها و تعویز تیغه که بسیار خفم و به صورت دستاز درست شده واقعا خیلی شکیلتر و بهتر از اون انبوردستیه که شرکت هونر گذاشته یعنی به صورت خاص طراحی شده برای این قضیه یک سنباده رو میبینیم برای تیونینگ ساس یک محوظه و حباب شیشه ای داریم اینجا که میبینیم هم همدیگه بازش میکنیم ببینیم چی داخلشه یه دونه مته این هم مته هایی که از یک شروع میشه تا یک و چارده هم و اون دسته که بهش میگیم دریل دستی قسمت بعدی فیلر هستش یه سری بریه های نازک فلزی که میره زیر تیغه وقتی میخوایم سنباده بزنیم خیلی راحت تر میتونیم این کار رو انجام بدیم این پکیج رو به صورت جداگانه نمیتونید تیونینگش رو بخرین و به صورت کامل تعویز تیغه و تیونینگ همراه با هم هستش یه وسیله دیگه ای که هوک بود توی شرکت هونر اونجا داخل بسته بود ولی خب هوک شرکت سیدل به صورت جداگانه باید تهیه بکنید که میتونید برای اینکه بهتر کارتون رو پیش ببرین این پکیج کامل به همراه این وسیله هوک رو که اینجاش تعویض کنند ای ت... تنظیم کنند و ریلاج کننده تیغ است و این قسمتشم هم میره زیر تیغه و میتونید کارهای بیشتری رو باش انجام بدین این هم از بسته شرکت سیده خب و ما میرسیم به آخرین پکیج یا پکیج بسته تعمیراتی شرکت ایستاپ شرکتی که نوپاتر است تا شرکت های دیگه ولی خب سرعت پیشرفت بسیار خفن داره جنس بسته از برزنت هستش با هم میتونیم ببینیم داخلش رو خب همونطور که میبینید اولین نگاه یه دونه هوک یا تنظیم کننده یه تیغه ها میبینیم که دقیقا اسم کنم کپی پیست شده از شرکت سیدل بریم ببینیم این مال شرکت سیدله این مال استاپه میذاریمشون رو هم دیگه میاد بالا دیگه همینه کپیه دقیقا ولی دمشون کرد خب بالا قیمتاشون خیلی پایین تر این هست پکیج فقط تیونینگ یعنی شما تحویز تیغه نمیتونه کنید ولی خب قیمتش خیلی پایین تره و کار رو برای کسی که میخواد نوازنده است و تیونینگ ساز یه سری تعمیرات جزئیش رو انجام بده بسیار مناسبه و تعویض تیغه رو بهتره به نظر من بسپاریم به تکنسیان ساز با توجه به اون تجربه ای که داره و پکیج های که برای هر ساز جداگونه داره با یه هزینه کمتری برای تو این کار رو انجام میده و تجربه بیشتر خب یه فیلر میبینیم توی بسته که برای استفاده از تیونینگ و استفاده از این قسمت میره زیر تیغه و این کار انجام میشه که حتی با این میشه انجام داد. قسمتی داره برای کاستوم کردن سازتون میتونید ازش استفاده بکنید که کاستوم هم یه مقدار تر میشه و باید نوازندگیتون به سطح خیلی عالی رسیده باشه، اطلاعات خیلی خوبی داشته باشین. این قسمت هم توی هونر بود که یه دونه میله باریک بود از داخل ساز میره و تیغه میاره بالا. اینجا میتونید کار انجام بدین. این محفظه اسپری خالی هست که میتونید داخلش رو الکل سفید و آب مقطر کنیم برای شستشوی ساز یک پنس کوچیکی هست که برای وین سیور میتونیم استفاده کنیم وین سیور ها رو بگیریم بچسبونیم و دو عدد همیشگی که بالاش هم به صورت چرخشی یه دونه چهار پخ یه دونه دو پخ اگر پک تعمیراتی ساز رو دارین برای من کامنت بکنید که این پک رو دارم کدوم شرکت هست و اگر نداریم باز هم برام بنویسین تا بتونیم یه مجموعه‌ای داشته باشیم از افرادی که میخوان تعمیرات هارمیکار رو یاد بگیرن و با همدیگه پیش بریم تا آموزش‌های بعدی